خدا جانم، میدانی که ما آدم ها اگر سنگ از آسمان ببارد، حتی اگر هزاران نفر به ما بگویند آن کار خطاست، و حتی اگر خودمان ته ته دلمان بدانیم که کار درستی انجام نمی دهیم، حالا که چند روز از مهمانیت تمام شده، از تو می خواهم کاری کنی که قدم گذاشتن در راهی را دوست داشته باشم که تو آن را دوست داری. از تو می خواهم کاری کنی که من از ناخشنودی تو به رضایت تو پناه ببرم، که من پناهی جز تو ندارم. یا بیا سر مستغیثی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، خانم ها، آقایان، هموطنان عزیز، روزداران عزیز و بزرگوار، سلام. به اختیاری شهر باران خوش آمدید. که خیلی دیر دیدمت، باهات غریبگی نمی کنم، از هر چی میگذرم به خاطرت، از خود گذشتگی نمی کنم. به انتها رسیده بودم و خیلی خیلی بدم می اومد از خودم، چقدر به موقع اومدی رفیق، صدام زده و عاشقت شدم. چقدر به موقع ماه صورتت به داد آسمون من رسید، خوشیده بودم خشخش برگام به گوش باغبون من رسید. منو توی این شهر تنها نزار، نمیخوام به تنهایی یادت کنم، باز امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم. منو توی این شهر تنها نزار، نمیخوام به تنهایی یادت کنم، از امروز تا آخر زندگی میخوام تنها با تو رفاقت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم، آقایان، هموطنان عزیز، سلام. شب و روزتون بخیر. طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت انشالله. در ماه مبارک رمضان لحظه به لحظه شو انشالله بهترین نحو ممکن استفاده کنید. خیلی ممنونم، هر شب از شما تشکر میکنم، سپاسگزارم که حواستون به اختیاریه هست. اختیاریه شهر باران 10-11 جلسه است که اومده و جاشو در بین بینندگان خودش باز کرده، باعث افتخار و مسرت ماست که حواستون به ما هست. و حتما تو این حواس جمعیتون دیدید که اختیاریه فقط اختیاری است و شبیه هیچ برنامه نیست. عشق و لبخند و توامان داره، کلی میخندیم یه شبایی، کلی بغضمون میگیره. دیشب که کلی اینجا خندیدیم و انرژی مضاعفی که مهران بیرامی عزیز، جوانی که یک دست نداشت ولی کلی به هممون انرژی داد، کلی حالمون رو خوب کرد. و دیدید شبکه‌های اجتماعی هم که پر شده بود از برش‌های برنامه دیشب. البته ما همزمان شده بودیم با برد تیم پرسپولیس و قهرمانیش، ولی خب دیگه حالا بس درباره حساب پرسپولیس هم نکنیم، واگذار کنیم به برنامه‌های تخصصی ورزشی. ولی جای تبریک داره پیروزی تیم پرسپولیس و قهرمانیش، سه دوره مداوم پشت هم دیگه. تبریک میگم به همه پرسپولیسیای عزیز. بریم بخش برنامه دیشب ببینیم آنچه در اختیاری دیشب گذاشت. Bye.
وقتی بردن دستشو قطع کنن برگشت سرشو برگردون گفت مادر میخوان دست منو قطع کنن. داشتیم دور میزدیم فقط صرف دور و شیطونی. تمام لذت‌های زندگی رو داشتم ولی هیچ وقت به اون چیزی که ته دلم میخواستم انگار نمیرسیدم. خدا این چه امتحانی بود ما رو کردی. من چطور دیگه باید زندگی بکنم؟ خیلی سخت میتونستم با این مسئله برخورد کنم که نمیتونم یه دستی ادامه زندگی بدم. من 3 ماه کامل از خونه بیرون نرفتم. تمام این خوشی‌ها زندگی نبود. من چه حال دلم خوب نبود. این اتفاق برای شما نیفتاده از نظر من اینه که خدا منو بیشتر از شما دوست داره. امتحان سخت برای منه. من به این فکر نمی‌کنم که شما چه فکری می‌کنید. من آستینمو تا می‌کنم میچرخم. عاشق پدرم بودم، خدا پدرم از من گرفت. عاشق بدنم شدم، بدنم هم از من گرفت. تمام این مدت به این فکر میکنم که دوباره من بتونم موتورم رو سوار شم و دوباره بتونم برم سمت باشگاه ورزشم بکنم. اون غروره هم اجازه نمیده از یکی کمک بخواد. دقیقاً. روزای اول من وقتی میرفتم تو کوچه و خیابون هر کس کنارم رد میشد یه آخه ریزی داشت، یه حس ترحمی به من داشت. خیلی شاید دلشکستگی هم از همونجا برام شروع میشد. من رفتم اصلا مسابقه دادم که به همه بفهمونم آقا من دنبال مدال و اینجور چیزا نیستم. من میخوام بگم هر کسی هر جور که دوست داره میتونه زندگی کنه، میتونه لذت ببره با هر شرایطی که داره. آشا یه مچ میندازی؟ یه مچ میندازی؟ خب مگه دیوونم؟ مهران میخواد الان با شما یه مچ بندازه. ماشاءالله برو. تو مگه خودت نگفتی بهتون یکی ترحم کنه؟ چرا من ترحم کردی؟ دوباره بنداز. من نمیتونم برگردم ولی نمیذارم بزنی. مردونه بزن دیگه. تو خودت گفتی ترحم فلان نه. این وسط لمس شد. ماشاءالله. من به نظرم من الان دستمو حس نمی‌کنم. یه دمت گرم به. من آرزو شخصی دارم. من آرزوم از برج میلاد بفهمید. من اصلا آرزوهایی که دم دست بهش میرسم. اولین باری که من ترکم بعد از یه نفر نشست مادرم. من خیلی خوشم اومد. مادرم. که تو تصاویر دیشب دیدید ما دیشب دو تا مهمون داشتیم که بمب انرژی بودن. عرشا عقدسی خودش یک تنه استودیو رو سرش گذاشته بود و کلی انرژی به ما تزریق کرد و مهران هم که همتون حتما با من هم نظرید که کوه انگیزه است، ارادتی که بین مهران و خدا به وجود اومده بعد از مشکلی که بهش به وجود اومده و این حرفی که میزنه خدا منو دوست داره و من هم خدا رو دوست دارم، درس بزرگه برای هممون که تو هر شرایطی تو هر موقعیتی میتونیم مسیر زندگی رو جوری تعریف کنیم که خودمون دوست داریم، خودمون باهاش کیف میکنیم. ببینید این روزها مردم سیل‌زده کشورمون هم درگیر مشکلاتی هستن که باید مهران‌ها رو الگوی خودشون قرار بدن و سعی کنن در همین شرایط هم بهترین مدل زندگی رو انتخاب کنن. البته ما هم وظایف خاص خودمون رو داریم. امثال من و شما باید با گرفتن ستاره 780 ستاره 112 مربع ها کاری کنیم که حال دل خودمون اول خوب شه، دوما مردم سیل زده اون این مشکلات خلاص بشن و راحت شن. من یه بار دیگه ازتون دعوت میکنم ستاره 780 ستاره 112 مربع رو بگیرید، کمک کنید به هلال احمر تا ما بتونیم انشالله کمک های شایسته یا به هموطنان عزیزمون داشته باشیم. ماشین آقا بویوک جدیری هم امشب شب آخره حراج و همت عالیمونه. همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم عدد و رقم های پیشنهادی هم بسیار بسیار جذاب، امشب شب آخره حراجمونه. لطفاً اگر میخواید شرکت کنید در این حراج بزرگ و این مزایده و همت عالی، عدد 10510 و پیامکش رو به ما پیامک بدید. شمارتون رو حتما و حتما انتهای پیامک بنویسید، رقم پیشنهادیتون رو هم بنویسید. ما امشب این همت عالی رو تموم میکنیم، سعی میکنیم پیدا کنیم فردا اون کسی رو که میاد اینجا و چک میکشه و تقدیمتون میکنیم ماشین و حالا شاید یه اتفاقات جدیدی هم رخ بده. خب بریم سراغ آیتم امشب. آیتم امشبمون هم باید تقدیم کنیم به منطقه چگینی استان لرستان. مردم خوب استان لرستان هنوز درگیره سیلن. شما تا آیتم میرید میبینید و میایید، من یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم ستاره 780 ستاره 112 مربع رو بگیرید. هیچ جای دوری نمیره، خدا برکت خودش رو تو زندگی شما جاری خواهد کرد. بریم بیاییم. تمام چی آمد خواه آم برده رو لد تمام یه تمام وسایل هم زین رفته یه ما هم شوهر آمد نفرم سرپرست هم آمد
کارگریم بیچاره‌ایم و یه نان ساختم دخترم رو بزرگ کردم همه روله همه رفتن الان چیکار میکنه؟ اصلا چه بخم روله این مردم چیه مارن منم اون موری بود چه؟ تمام چیزامون از بین رفته الان زیر چادری همه زیر چادر روله زیر چادر خودمون خودکفا بودیم والا همه چی روله همه چی داشتیم زندگی میکردیم شما به تنهایی خرج کنید بلا ار رولا به خدا کمیتا خرج رو میده خوب بلیز میوردیم و یا پناه میورد باش او برد باش خوب بودیم سرپناهمون خوب زندگی خودمونو میکردیم ولی همه شما همه هرچی اولاد 70 سال من زندگی کردم برد کل بدبختم رولا خدا باختره کل بدبختم بخواه جان تو دادم آره تمام اساسش تمام اساسش رو آوردم جهازش خریده بود که عروسی بود من تو دانشجو فوق لیسانس بودم تهران بعد خودم کار میکردم که جهاز خریدم یه مقدارم دروغ چرا کمیته امداد بهم داد اونا رو همه از بین رفت دو بار اینجا سیل اومد سیل اول دروغ چرا خونه ما رو نگرفت فری تمام راه قطع کرد قرار بود عروسی بکنیم بعد چند روز سیل دوم که اومد دیگه اساس اونا همه گرفت لرزن به خود کاخ نشینان ما خانه به دوشان دگر هم سیلاب نداریم یعنی واقعا دیگه موندیم هر بلایی میاد سرمون دیگه ما خونه زندگیمون از بین رفته ناراحت شدیم باور کن من چند شب نصف شب بلند میشدم گریه میکردم فقط میگفتم واسه چی من که خودم تلاش کردم این جایزه همو خریدم واسه چی باید این اتفاق واسه من میفته ولی باز الان خدا رو شکر میکنم من فهمیدم که مال دنیا اصلا ارزش نداره یعنی باور کن اون روز فقط ما میگفتیم تمام هیچی واسمون مهم نبود هیچی فقط میگفتیم فرار کنیم مثل مردن بود این سلف بکن مثل مردن بود یعنی ما فقط رفتیم همه اون چیزی که داشتیم دار و ندارمون رو گذاشتیم و رفتیم این دام داریتون اینجا؟ بله اینجا بود بعد سیل که زد اینا همه تا کجاها آب بود؟ سختش هم رفت زیر آب بعد داما همینجور توی آب مونده بودن؟ نه بچه هاشون همه مردن ولی بزرگاشو با کمک اقوام دابستن یعنی اون زمان که اینجا رو آب گرفته بود داماتون این توی آره اینجا بود آره داما مرها تو خوزارمون همه اینجا بودن من با بودم در نکادی با اون خونه کوچولوها بود همه مردن اینجا رو همه آره، رو گل همه، گرفت آره همه گل بود بالاش هم گل بود اصلا کلن رفت زیر آب ما آرزوی داریم که مردم ایران که میتونن مثلا به ما کمک کنن به سیل زدای همین روستا واقعا تمام خونه زندگی 75 ساله مادرم و پدرم آب برده به خواهرم کمک کنن که جهازش کامل آب برده همین با همین لباس ها از خونه فرار کردیم رولا بخواهرم 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 دستمو بگیر نظر اشتباه برم جز در خونت تو بگو کجا برم بی قرار سر بی همه قرار من تو بی کسی ها عشق تو تبارم بله مشکلات مردم منطقه چگینی لرستان رو دیدید همت کنید یا علی بگید حتما و حتما همین امشب انقدر پول جمع کنیم انقدر این سیل مهربانیتون رو جاری کنید که بفرستیم سمت مردم چگینی و مشکلاتشون حل شه 3780 3112 مربع هم که پل ارتباطی ما هلال احمر و سیل زده هاست بریم سراغ گفتگو امشبمون فقط یه توضیح بدم خانم خضرآبادی که دارن این آیتم ها رو تهیه میکنن و از این استان به اون استان میرن دارن کم کم میرن سمت خوزستان ما به تناوب خوزستان ها و شهرهای سرزده را سر میزنیم و مشکلاتشون آشنا میشیم و به شما هم گزارش میدیم خیلی ممنون که کمک میکنید 3780 3112 مربع رو بگیرید و خودتون و حال خودتون رو خوب کنید با ایثار و کمکی که به هم نوعاتون میکنید وارد گفتگو امشب میشیم سلام خانم سلام. خیلی خوش آمدید. ممنونم. خودتون رو معرفی میکنید؟ من شرمیلا عباسی هستم. شرمیلا عباسی. بله.
شرمیلا یعنی چی خانم عباسی؟ شرم و حیای گل. شرم و حیای گل میشه شرمیلا. و خانم عباسی متولد چه سالی هستن؟ 75. 1375. یعنی یک جوان 22 سال. خب یه خود فاصله بگیریم از جوانی تو و بریم سراغ کودکی و بچگی. در کودکی و بچگی تصوری که از پدر داشتی چه تصوری بود؟ من خیلی باباییم و بودم. دوران کودکیم خب تصور، خب معنی واقعی پدر رو هیچ بچه‌ای نمیدونه که کجای پدر به دردش میخوره یا اصلا وجود پدر نیاز هست یا نه، حالا تو سن 3-4 سالگی منظورمه. دوران کودکی من یه مقدار از پدرم دور بودم نسبت به بقیه بچه‌های دیگه. یعنی چی دور بودی؟ ببین دو تا سوال داشتم، سعی می‌کنم که ازت بپرسم. ببین میگی در 3-4 سالگی تصوری از پدر نداشتم. اتفاقا دختر بچه‌ها تو 3-4 سالگی خیلی تصور از پدر دارن و پشتوانه‌شون پدرشونه. همیشه دوست دارن که پدرشون کنارشون باشه، بهش تکیه کنن. و دو اینکه گفتی که پدرت ازت دور بود. چرا دور بود؟ پدرم به خاطر خب یه سری مسائلی که تو اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده بود دور بودن از خانواده رو ترجیح میداد. یعنی اینکه حس میکرد اگر کنار دوستاش باشه یا مسائلی که خوش بگذره بهش بیشتر آرومش میکنه تا بخواد کنار خانواده باشه. یعنی بیش از اینکه کنار شما باشه پیش دوستاش بود؟ بله. این پیش دوستا بودن ارتباطی با شغل و کارش داشت یا نه؟ نه، به شرایط زندگیش، به چیزی که سبک زندگیش اینگونه بودش که با دوستاش راحت هم تونست زندگی رو بگذرونه تا با خانواده. و تو این ایام تو همیشه عادتا دوست داشتی که پدرت پیشت باشه دیگه، درسته؟ بله. کی این خلأ رو احساس کردی؟ چه سنی بود که احساس میکردی واقعا نیاز به پدر داری و پدر کنارت نیست؟ 7-8 سالگیم. اولین باری که به صورت جدی یک جرقه تو ذهنت زد که چرا پدر من کنارم نیست کی بود؟ چه حادثه‌ای برات رخ داد؟ مدرسه که میرفتم. خب برامو تعریف کن. خب دوران مدرسه دوستامو وقتی میدیدم که حالا پدرشون بیشتر میان دنبالشون، بیشتر وقت میگذرونم و پدرشون، وجود پدرشون تو زندگیشون حس میشه، خب یه ذره اذیت کننده تر بود. چون من مامانم تو دوران 7-8 سالگیم هم مادر بود هم پدر، واقعا چیزی برای من کم نمیذاشت. یعنی ترجیحاً تا جایی که میتونست تلاش میکرد که من نبود پدرمو حس نکنم، یعنی متوجه نبودش نشم. به خاطر اینکه پدرم خارج از کشور خیلی میرفتن و میومدن و نبودن، تایم طولانی رو نمیومد خونه. دورانی که میدیدم دوستام خب با پدرشون میرن حالا پارک، میرن بیرون، یا این دوران که میگذشت بیشتر متوجه میشدم که وجود پدر، نبود پدرم اذیتم میکنه و وجودشو میخواست. کی با مفهوم اعتیاد آشنا شدی؟ من راستش خب چون سنم کم بود اطلاعاتی نداشتم، اصلا نمیدونستم معنیش چی میشه. توی تلویزیون دیدم و متوجه شدم که این مثلا. یعنی چی؟ یعنی تو تلویزیون چی دیدی که یه برنامه دیگه ای دیدم و احساس کردم که پدرم هم این راهو داره میره. کدوم برنامه؟ شوک. تو برنامه شوک یه تصویری دیدی که تصویری احساس دیدم. کردی این تصویر برات آشناست و خودت در زندگی خودت هم دیدی. دقیقاً چی بود اون تصاویر؟ زیاد یادم نیست و زیاد نمیخوام راجبش توضیح بدم، ولی خب چون من پیش پدرم میرفتم و مادر پدرم چون جدا از هم زندگی میکردن، خب بالاخره اون محور دوستانهایی که بابام را مینداخت، اون شب بیداری ها و اون اتفاقاتی که رخ میداد، متوجه شدم که اون توی اون لحظه بابام سر جاش نیست تو زندگیش. عجب. سوالم اینه که تو 7-8 سالت بود میرفتی پیش پدرت و تصاویری که در مستند شوک میدیدی از نزدیک میدیدی؟ تقریبا. خب از اینجا به بعد چی برات رخ داد؟ یعنی به مادرت گفتی که چه تصاویری پیش پدرت میبینی؟ بله. واکنش مادرت چی بود؟ ترجیح داد که یه مدتی دور از هم باشه. یعنی شما از پدرت جدا شدی؟ بله. و وقتی که جدا شدی از پدرت برات سخت نبود؟ تویی که پدرتو خیلی دوست داشتی
پیش پدرت باشی سختت نبود که از پدرت جدا شی؟ چون خیلی بهش وابستگی احساسی داشتم. خب خیلی سخت بود برام، خیلی سخت بود برام، خیلی اذیت می‌شدم، ولی خب کاری نمی‌شد کرد. دقیقاً این کاری نمی‌شد کرد و برام تشریف بود. چون سنم کم بود و نمیتونستم هیچ دفاعی بکنم از اینکه بخوام با اون طرفداری بکنم یا حداقل باهاش صحبت هم بکنم، چون اصلا قبول نمیتونست بکنه، که قبول نمیکرد شرایط زندگیشو، مجبور بودم که ازش دور باشم. خب این دور بودن شما از پدر چه تأثیری در مسیر زندگی شما گذاشت؟ در مسیر زندگی شما چه تأثیراتی داشت و فکر میکنی در مسیر زندگی پدر چه تأثیراتی داشت؟ برای من فقط اذیت کننده بود، خیلی اذیت کننده بود، خیلی اذیت کننده. ولی قسمت خوشحال کنندش این بودش که برای بابام انگار یه جرقه بود. چی شد دقیقا؟ انگار بابام به خاطر من اول، بعد به خاطر خودش یه تغییر خیلی بزرگ تو زندگیش کرد، اصلا شد یه آدم دیگه. البته که بد نبود، بابای من برای من بد نبود، فقط نبود. ولی خیلی عوض شد. بسیار خب، از اینجا به بعد داستانو میخواییم با حضور پدر خانم شرمیلا عباسی ببینیم و بشنویم. در استودیو مجاورم شاهد برنامه ما حضور دارن و دارن صحبتهای ما رو گوش میدن. آقای عباسی، من دعوت میکنم از شما که بعد از دیدن آیتم و وله به جمع ما بپیوندید. اولا که ایشون وجه اجتماعیشو داشت، تو اوج محبوبیتش هم گرفتار اعتیاد شد. من مصرف میشم، من مصرف هم گل بوده. پای خاطراتش میشینی، شاید امروز داره با طنزوار داره راجع بهشون صحبت میکنه، ولی واقعیت اینه که تلخ بوده براش و به جایی رسید که همه چیشو از دست داد. امروز ناصر حاصل یک عمر تجربه است. وقتی کسی که صد باشه به صفر برسه خیلی سخت دوباره برگردی. ناصر امروز هزاره، سعد نیست. تونسته و یاد داده به من و همسال من که میشه برگشت به جایگاهی رسید حتی فراتر از جایگاه قبلیت، و ناصر امروز اون جایگاه رو داره. برود و دعی کم توی برنامه صرفا نکشیدن رو واسه خودشون بولد کردن، این که اگر ماده مصرفی نداشته باشن فکر میکنن دیگه پس توی برنامه هم و به سلامت هستن. ولی ناصر مهمترین چیزایی که به من، به شخص خودم من یاد داد، این که باید از همه لحاظ توی برنامه باشی، روی چارچوب رفتار بکنی. این گروه تمام هدفش این نیستش که فقط صرفا ماده مصرفی رو بخواییم کنار بذاریم، هدف اینه که به یه زندگی بهتر برسیم. توی زندگی سیستم فقط نکشیدن کار شاقی نکردیم، ما تازه رسیدیم به یه حد نرمال با کلی تجربه. ولی خب این تجربه رو ناصر به ما یاد داد که توی چارچوب باشیم، از نظر اقتصادی بتونیم جوری زندگی بکنیم که خودمون هر روز حداقل روزی 1% پیشرفت داشته باشیم، چه تو روابط اجتماعیمون، چه تو سیستم زندگیمون، روابط خانوادگیمون و همه اینا. یه سری المانه که بغل هم گذاشتنش میشه موفقیت.
ناصر هم زمنان بابامه و اینکه بهش میگم بابا ناصر بابای یه بابا دارم که منو به دنیا آورده، یه بابا دارم که معنوی همینجوره داره منو ساپورت میکنه. عاشقتم پدر. بله، آشنا شدید با جناب آقای ناصر عباسی، مهمان خوب و ویژه برنامه امشب اختیاری. آقای عباسی سلام، خیلی خوش آمدید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و بچه‌های پشت صحنه، در خدمتتونم. زنده باشید، خیلی ممنون. از روزگار نوجوانی و جوانی برام بگید آقای عباسی و محله عباسی که در اون گذران می‌کردید در نوجوانی جوانی. من داشت پشت صحنه دخترم رو نگاه میکرد، دخترم داشت با شما صحبت میکرد، این دختر خیلی قویه، اسم من میاد یه ذره اینجوری با میره. نه امشب هم قوی بود واقعا. خدا شد. من تو محله عباسی به دنیا آمدم، توی خانواده شلوغ، دوتا داداش بودیم و شش تا خواهر. بعد بابامو تو بچگی از دست دادیم، کل مسئولیت خانواده رو دوش مامانم بود. بعد توی محله بزرگ شدیم که از توش هزار جور آدم موفق هست، ولی آدم های ناموفقش بیشتر بود به خاطر شرایط محیطیمون. هستن کسایی که مثلا رئیس دانشگاه تهران بودن و نمیدونم پزشک متخصص، پزشک دندان پزشک، ولی خیلی از دوستای دور بچگی من تو محله چند تاشون اووردوز کردن مردن، بالای 10-15 تاشون. دو تا دوستای صمیم همین امسال فوت کردن. بعد یعنی شما میدیدید اون موقع در محلتون که دوستانت اووردوز کردند و از دنیا رفتن، اون وقت شما تو همون ایام اعتیاد پیدا کردید؟ نه کی بود پس؟ ببینید من تو همون خیابون عباسی فوتبالیست شدم. ما بله. 4-5 از بچه ها بودیم که فوتبالیست شدیم، تیم استقلال رفتیم، یکی رفتیم پرسپولیس، 3 بچه ها رفتیم تو استقلال و چند تا دیگه دوستای صمیمی بودن که تو تیم مثلا گسترش ناصرالدین‌خان بازی می‌کرد، مجید اسدی تو بانک تجارت بازی می‌کرد، رضا حسن‌زاده. از چه سنی آقای عباسی فوتبالو جدی پیگیری کردی و بهت فوتبالیست اطلاق کردن؟ من نوجوانان راهم بازی کردم. جوانان راهم بازی کردم، اون موقع امید نبود. جوانان شاهین بازی کردم. چه سنی میشد؟ یعنی چه سالی بود اون موقع شاهین بودی؟ 1364 من شاهین بازی کردم. 63 استقلال. 1364 شما چند سالت بود آقای عباسی؟ 18 سالم. 18 سال. خب امیر قلعه کاپیتان شاهین بود. من اون موقع جوانان شاهین بودم. ما از حدوداً از جوانان راه هم با امیر رفیقم و با هم دیگه بسیار رفیقم. امیرهای قلعه. آره. بله. حالا میخوام دربارش یه چیزایی بگم. بعد از اون روز من فوتبالیست شدم، بعد تیم ملی جوانان بودم، تیم ملی امید بودم. پس به صورت تخصصی فوتبال بازی میکردین؟ بله. بعد و تو اون محله اگه به من میگفتن، ولی چون قبلش که حتما شما به اعتیاد رو نیاوردید. نه اصلا ندیدم. چون با اعتیاد که نمیشه فوتبالیست موفقی شد. اصلا ندیدم. من توی محلمون هیچ نوع مواد مخدری ندیدم. در حالی که مادرم به من مثلا میگه برو نون بخر، میخواستم برم نون بخرم یا برم تریاک بخرم، تریاک چیز راحت‌تر می‌خریدم، چون توی کوچه روبرویمون دو تا تریاک فروش بغل هم بودن، یه خونه بود، خیلی داستان داشت. و اما ندیدی تا قبل ندیدم. از این که بری فوتبال رو جدی پیگیری کنی ندیدی؟ ندیدم. و کی شما اولین بار مواجهه داشتید با مواد مخدر؟ من تیم ملی امید جوانان بودم که خوردیم به جنگ و منگ و چیز شد. به من که نه، به جنگ خوردیم. خب بعد اصلا تیم ملی جوانان اوت کرده، گفتن تیم ملی جوانان نمیخوایم داشته باشیم. خب با اینکه نیرو زمینی بازی میکردم، داوطلب رفتم که هر جا که افتادم بیافتم، برای مهم نبود حتما تو تهران باشم. افتادم اصفهان و یه بخشی هم رفتم جزیره مجنون سربازی. تو همون موقع که تو اصفهان بودم، تو اصفهان فوتبال بازی میکردم و 1365 من میشدم 21 سالم. تو اصفهان چند دفعه جایی قرار گرفتم که تریاک میکشیدن و منم کشیدم اونجا. سال 65 برای اولین بار شما تریاک کشیدید؟ خب وقتی تو اصفهان سربازی تموم شد،
و من از اصفهان اومدم تهران 67 67 تا 70 من هیچ مخدری ندیدم، اصلا متوجه نمی‌شدم و رفتم تو تیم گسترش، رفتم تیم ملی امید، رفتم تو تیم استقلال قهرمان آسیا. یعنی سال 70 شما عضو تیم استقلال بزرگسالان استقلال. تو استقلال کیا بودن تو اون دوره شما؟ سال 70 شاهرخ بود، شاهین بود، مدفوعی‌زاده بود، همین جواد زرینچه بود، صادق برمزیار بود. جواد روسال رفت چیز کشاورز، صادق بود، رضا حسن‌زاده بود، صمد مرفاوی بود و عباس سرخاب بود، میرشاد ماجدی بود، ایمان آلا. اینا همه همبازی بودیم. خیلی حالا بچه‌ها از خواهی می‌کنم اگه کسی قلم می‌افته، خود امیرخان بود. این نسلی که میگی نسل خیلی طلاییه و آره. فکر میکنم کم هم تکرار میشن این همه بازیکن خوب کنار هم دیگه جمع شدن. آره. خب امروز قهرمانی پرسپولیس بهشون تبریک میگم. آفرین به شما که اینقدر آره. خوبی استقلالی ولی تبریک میگم به پرسپولیس. تبریک میگم به پرسپولیس، به دوستای پرسپولیسیم که دیشب خوشحال بودن و استقلالی ها ناراحت نباشه، ما سالها تاج و تخت دست ما بود، حالا دست ایناست، مبارکتون باشه. سلام. خب ناراحت شد امیر اول نشد راست. ناراحت شد امیر خان قهرمان نشد. خب بریم سراغ اینجا که شما در باشگاه استقلال معتاد شدی و این نقطه کلیدی برنامه امشب ما. من امشب ای اومدم این برنامه به خاطر این بوده. ببینید من 10-12 سال 13-14 سال از فوتبال دورم. لطف داره آقای منصوریان، خدا بیامرز، آقای پورعیدری، آقای اولیایی، امیر قلعه‌نویی، اینا همه آدم، میرشاد ماجدی که الان هست، اینا همه من لطف داشتن و خواستن منو به عنوانی بیانن تو فوتبال. من دوست داشتم بیام، بازم ازشون تشکر میکنم. نه واسه اینکه فوتبال جای بدی باشه، کار من عوض شده، زندگی من شکلش شده که دلم نمیخواد از تو فوتبال. خب این که توضیحات و حالا سوالم واسه این اومدم. بله بله بله، که بگم اگر کسی هست الان فوتبال بازی میکنه، الان هنرپیشه شده، الان سلام آقا مشتاق، خیلی خوبه، خیلی خوبه. آقا این نمیذاشتم من ببینم. ما نمیذاشتیم آقای محرمی ببینه آقای عباسی رو. خیلی خوش آمدید آقا مشتاق. بفرمایید. بفرمایید. ببخشید. سلام. آقا مشتاق ببخشید، ما نمیذاشتیم شما قبل برنامه همدیگر رو ببینید، می‌خواستیم مواجهه. قربانت، خوشحال شدم. سلام علیکم اگه دوست. بله. داشت صحبت می‌کردن. حد زدم. یه تنه من رو عارف یه دونه مواد. آره آقا مشتاق بهترین مدافع چپ ایران بوده و خواهد بود واقعا. خیلی خوب. آقا مشتاق چرا الان اومدید وارد استدیو شدید؟ والا من داشتم پشت نقاشی میکشیدم، بعد داشتم صحبت های دوستان رو گوش میدادم، یه مقدارم خانومشون دختر خانومشون صحبت کردن، هیه حدسی زدم که خانوم عباسی، بعد دیگه متوجه شدم که بسیار خب. بریم بقیه داستان آقا ناصر رو بشنویم. آقا ناصر راحت به ما بگو چرا در باشگاه استقلال شما معتاد شدی؟ عرض میکردم این سوال رو لطفا جواب بده. عرض میکردم من بذار من اول بگم چرا اینجا هستم. اونو گفتی یه دقیقه تو رو خدا من همین فقط ببین من یه چیز من اینجا هستم واسه اینکه هر فوتبالیست، هر هنرمند، هر گوینده، هر به اصطلاح کسی که معروف فکر نکنه که دستش خورد به یه چیز تافته جدا بافته است، من فرق میکنم. من تونستم، خیلی از بچه‌هایی که با من بودن تونستن و شما میتونید. من واسه این اومدم، نه اینکه خودم مطرح کنم. من اومدم تو استقلال با قوی ترین فوتبالیست که فکر میکردی، من آرزو داشتم کنارش بشینم، با هم تریاکی شدیم. عجب. و ما فکر میکردیم یه دفعه بازی داشتیم با سپاهان. از بازیکنهای خود استقلال وقت نریم چشتیه. آره یه بازی باشیم. نه آره آره شما خیلی هر جا خوب. که نمیخواید در باره کسی صحبت کنیم ما صحبت کنیم. ما یه شب بازی داشتیم با بازیکنهای تیم اصلی استقلال نشستید و کسی که باید اصلا به من بگوشیم تریا کشید استقلال یا اون اونو برمیداشتم. بعد ما دوتا یه شب رفتیم چون خیابون جردن دیدیم برف داره میاد، ساعت 12 شب بود، گفتم حالا امشب برف دیگه بازی انجام نمیشه. اینا رفتیم نشستیم یه جایی که نباید، تا 2-3 شب پای بساط بودیم. 2-3 شب رفتیم بریم خونه، دیدیم برف اینقدر شد، رفتیم تا تایی دیامرو نیم برف اومده بود، تا صبح ساعت 6 نشستیم تایی کشیدیم. بعد اتفاقی که افتاد بود بازی نیستی، بازی تحتیل دیگه، خوابیدیم زوردیم، اولیای زنگ 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 آجا
خانم دوستم گفت آقای اولیایی، گفت آقای اولیایی بازی نمیشه، زنگ زد گفت آقا کجا این اون ناصر فلان کجاست، من نمیگفت نمیدونست من اونجا هم. بعد گفتش که گفت آقا چرا نیومدیم، آقا اردو نبود مجد همون روز بازی میرفتیم. بعد ما سوار باشی شد نیاوری اینجا اومدیم یه زریزه برفه آبا و رسیدیم به هفته تیتیم خشک هستن، بازی انجام شد. ما تا 6 صبح بیدار، هرچی که شما فکر بکنیم مصرف، رفتیم چلکبابی نایب اونجا غذا ببخشید تبلیغش داشت برای تو غذا میخوریم. بعد رفتیم بازی، رفتیم بازی، حالا نرین ببینید من چی رو میگم، اون رفیقم بهتر بازیکن اون روز شد، گل زد و حالا نمیگم چجوری دو تا گل زد. و بعد من چون دیر اومده بودم، آقای پوریداری من از لیست آورد بیرون، نیمه دوم اومدم تو ترکوندیم، سپاهان هم برد. یعنی تا صبح پای بساط و اینا بودی، 6 صبح خواب پا شدی رفتی ترکوندی؟ آره بیا اینجا برو اونجا، مردم هم تشویقمون کردن. آقا الان مردم تشویق میشن؟ نه من برای همین اومدم اینجا، من فکر کردم همین شکلی هر وقت بری بزنی تازه عمل دیری بهم میزنی، ولی این شکلی نبودش. اون روزا روزای کوتاهیه، اون روزا روزای خیلی کوتاهه، اون روزا روزایی که سال بعدش از خواب بیدار نمیشدیم. اولش به ما چیز داد، به اصطلاح آفر داد، ما چقدر خوب بازی کردیم، چقدر سر و حرف می‌زدیم، دوپینگای آنیه فکر می‌کنم. آره. قبلش اینجوری شروع میشه. بعد اینجوری شد که بعد افتادم حالت یه مسکن داره دیگه. عجب. افتادم توی داستان. و 72 من چیز 71 هم استقلال بودم، فوتبال گذاشتم کنار و یه روز می‌کشیدم، چهار روز می‌زدم. آخه اسم احتیاط میاد، همین فکر میکنم معتاد اون کسی چه تا اینجا بود به تو سطل آشغال رو نمیدونم اینا، نه همیشه یه پزشکم معتاد باشه و ماهی یه بار بکشه و اون به اصطلاح هنرپیشه ای که یا اون خواننده ای که میخواد بیاد رو سن بیاد واسه تا صبح هم بخونه، اون موضوع در آینده تو رو از دختر دور خواهد کرد. بسیار خوش. آقا شما اون موقع تو پرسپولیس با این مشکلات مواجه داشتی؟ ببین مشکلات در سطح جامعه کلن هست و خواهدم بود، چه نسل ما چه نسل جدید. آخه برداشت مردم که هست. و ما بله اینه که تو ورزشکارا یه چیزایی بیشتر رعایت میشه. قبلش یعنی فرضی که در باشگاه استقلال پرسپولیس تفننی شروع میشه، حتی زمانی که فوتبالیستی؟ حتی زمانی که فوتبالیستی یه سریا دوست دارن اصلا مثلا ناصر عباسی نامی نباشه، میان میکشنش پایین، نمیخوان بره بالا. البته خدا رو شکر ناصر خان که هم بچه محل ماست، چیه تماشا بعد دیگه، هم شاهین بازی کردیم، راه هم بازی کردیم، فقط این رفت استقلال، من پرسپولیس. بعد اینی هم که راست میگم، اونجا برف میامده مثلا نیاوران تو محل ما اونجا میرفتند استر. همه وایستادن تو صفه. آقا مشتاق من سوالم دقیق از شما یه بار دیگه بپرسم، میخوام بگم که این اتفاق در بین ورزشکارا شایع بود اون ایام یا نه تک و توک هر کسی فهمی کن داره موفق میشه؟ هر کسی که داشت موفق میشد، الان نمیخوایم اسم ببریم، تو هنرمندامون هست نمیدونم، ورزشکارامون هست نمیدونم، هر کسی هر قشری کرد. بعد آقا مشتاق محرمی معتقده که افرادی میشینن برای اونایی که دارن موفق میشن، نقش میکشن یا واقعا خودشون مستعدن؟ خودشون مستعد هستن. بالاخره ما جایی بزرگ شدیم که اینا رو همه رو دیدیم. من خودم جایی بزرگ شدم که دیدم، همینجور که آقا ناصر داشت میگفت منم گوش میدادم هستش. خاطرات اینجا براتون زنده شد از اون جوانی؟ از یه منطقه اومدیم، حالا میگم چرا نخواستن مثلا ما اوج بگیریم، ما از یه منطقه اومدیم که حالا فوتبالیست شدیم، بازیکن ملی شدیم، نمیدونم همه اینا هستش. اسطوره شدی تو. بله. بالاخره نه خود ناصر خانم الان اسطوره است. خیلی خوشحال شدم دیدم ان شاء الله که این مسائل دیگه تو جامعه ما نباشه. آره. آقا مشتبه هم جلوشو گرفتن یک جاهایی و نذاشتن به اون جایی که میخواد برسه، با اینکه مشتبه محرمی صد درصد اینطور بوده. میدونی چه جوریه؟ میدونی چه جوریه؟ حرف مجدوه خواهش میکنم میدونی چه شکلیه؟ آقای فاطمی مجدوه و هرنوی رو آرزو داری از نزدیک ببینی؟ آره واقعا یه دوره بعد همش دوست داری مجدوه رو ببینی. مجدوه رو اومده تو بوتیکت، اومده تو مهمونیت، اومده تو خونه، هر کی فراخور حال خودش میخواد بهش حال بده. کسی که بخواد مشروب بخوره جلوش مشروب میذاره، چی مجدوه محرمی؟ اون یکی بیاد بخواد
کوکائین بذاره، یه چی میخواد تریاک بذاره. بعد یعنی از سر دوستی این کارا رو انجام میده. یه سری اتفاقات این شکلیه. آقا مشتاق میگه دوستی نیست. میگم احترام مثلا میخوام بزنم فکر میکنن با پس الان شدن دو دسته. یه دسته کسانی که از سر دوستی این کارو میکنن، یه سری از دست سر دشمنی این کارو میکنن. ببین در هر صورت جفتش دشمنیه. بله. من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. من 15 سال پیش آقای حاجی خلیلی از خیر خیلی آدم های خوبی هم، دو تا داداشن ما رو دعوت کردن افطاری. بعد من سال شرمینا داشت تعریف میکرد، سال 80 از طریق امیر قلنوی مادرم من رفتم بیمارستان خوابیدم دیگه تریاک نکشیدم. بعد اومدم تو استقلال شدم سرپرست پایه های استقلال، سرپرست جوانان و امید و اینا، 4 سال بودم. و چون رو خودم کار نکرد و چون نمیشناختم مسئلمو، اومدم یه بار دیگه افتادم توی یه مسائل دیگه. یعنی بدتر از سریه. آره ببین چی دقیقا الان میگم. نوع اول نوعی بود که من و اون کاپیتانمون، من و اون قدیمیه افتادیم نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. بعد اومدیم یه بار دیگه گذاشتیم که من از ایران در رفتم آلمان، رفتم استرالیا، هی در میرفتم نزنم. اونم همین لوت کرد رفتیم بیمارستان خوابیدیم و اینا، چسبیدم به همین قلنوی. تا موقعی که به همین قلنوی بودم نوشابه هم نمیخوردیم. آقا ناصری سوالی ازت بپرسم و سوالم یه خورده اجتماعیه. نه. فکر میکنی نسل شما که نسل بعد از جنگن به خاطر عوارض اجتماعی انقدر بینتون شیوع پیدا کرد مواد مخدر، یا اینکه امروز هم همینه؟ من احترام زیادی که به این نسل امروز قائلم. شما آقای بیانی، آقای فرونی‌زاده، خیلی این افرادی که تو اون دوره واقعا اوج فوتبالم بودن به دام مواد مخدر افتادن تو اون دوره. من خب اینم اینو فضای اجتماعی کشورمون میدونید یا نه هر دوره اینا هست ما نمیدونیم؟ هر مثلا مارادونا تو فضای اجتماعی محل ما نبود که. میخوام اینو بگم واسه دلیل عمدش واسه نبودن اطلاعاته. تو یه بازیکن رو برمیداری از تو عباسی بدی تو استقلال ولش میکنی، الان طرف از تو دهات میارن چون خوب سر میزنه میبرنش تو پرسپولیس بیمه میخوایی میفته تو خیابون. این باید توی اونی که 1 میلیارد به یه بازیکن میده بایستی 100 تومن هم بده یه دونه مشاور بذاره تو تیم نذارن. این یه سری بچه واقعا نمیدونن، یه سری نمیدونن دارن چی کار میکنن. الان تو این نسل جدید فوتبالیستامون فکر میکنید هر جا میری قلدونه؟ ناصر جان سوال کنم، الان چند وقته که دیگه دنبال این چیزا نمیری که اومدی دنبال دختر تو؟ من نزدیک 12-13 سال همینجور که داشت میگفت معلم خوبی هم شده، دیگران رو داره دستشون رو میده. دعوت ما از آقا ناصر و آقا مشتبه دقیقا به خاطر همینه، دوتا انسانی که واقعا الان الگوان، الان افراد قهرمانی هن که تونستن به هر حال از این دوره ها عبور کنن. چطوری تونستی از این دوران خارج شد؟ گفت آقایون خیلی منو امیر قلنوی و چنگیز رو دعوت کرده بودن توی یه دونه مهمونی تو افطار، این مارمزون بود. استاد داشت صحبت می‌کرد، استاد چون فوت کردن من اسمشون رو میارم، یه آقایی بودن دکترای الهیات و به اصطلاح متخصص همین ناهنجاریا و دکتر بالینی، نمیخوام درباره زیاد بگم، خوردی به پست یه استادی. استاد داشت درباره خدا، درباره ارتباط با خدا، شلوغ نکردن، نکشیدن، نخوردن داشت حرف میزد. اما چنگیز رو با امیر قلنوی گوش میکردم، من با تلفن حرف میزدم. جالبی که تلفن امیر قلنوی هم زنگ میخورد خبرنگار، یعنی اون دوتا رو من جواب میدادم. اون استاد یادته کی بود؟ دکتر بهشتی. 15 سال پیش اتفاق افتاد. دکتر داشت درباره خدا، درباره ارتباط با خدا حرف میزد. منم تم عصبیم نداشتم، مثلا حرفای استاد رو گوش نمیکردم، ولی حرفایی میزد که به درد من خورد. حرفایی میزد درباره اینکه باید از تو دنبال خوشحالی باشی، نباید بری دنبال بیرون، و یه چیزایی گفت. من البته ناصر جان میخوام حالا میونه کلامت بگم، دوری از دخترت هم بود که باعث شد دیگه سمت این داستانا نری؟ یه بخششه، چون تو اطلاعات نداشته باشی باید چی کار کنی؟ میگه قصه اصلا ببینم چقدر مثلا نبودن دختر تاثیر داشت تو این داستان. ما منش نذاش ما ایشونو ببینیم. حساب کن ببین، تو مثلا با سران استقلال میگردی، خودت پست داری و سرهنگ با وزیر و اینا میاد باید عکس میندازن، یه زن تنها تو تهران نمیذاش من بچه‌ام ببینم. و ببین او چه حقی داشت. سوال خیلی سخت نبود. آره خانم قلعه، بالاخره منم الان دخترم دوره، خیلی سخت. البته داری میاد امیر خانومش برو آشتی دادن دیگه. ما برگشتیم، خب خدا رو شکر برگشتیم و بدتر از اون قبل شد، چون من نرفته بودم خودم رو درست کنم، یه ظاهر رو درست کرده بودم. عجب.
تا اینکه استاد اون حرفا رو زد و من شنیدم و با مامان به مشکلات بود بیشتر شد و نشد. یه طوری شد که بین فوتبال طلاق با ما یه چیز انتخاب میکردم، اگه بخواستم تو فوتبال بمونم نبا جنام شدم، گوش نکردم. من رفتم انتخاب کردم، رفتم دنبال کار خودم و هم با امیر قطع رابطه کردم هم با زنم و طلاق دادم، افتاده بودم تو چیزهای دیگه و خیلی با پرستیج و خوب و این، ولی داخل خراب. شما دلتون تنگ نمیشه الان برای دخترتون؟ 100% تنگ میشه. خیلی وقت دوری نظر؟ الان در یه چیزی نزدیک 19 ساله. بله. ولی خب اونجا تحصیل انگلیس لندن. ولی خب 19 ساله ندیدینه؟ دیدمش 5 سال یه بار. بزرگ شدنشو در اصل ندیدم. که هر پدر و مادر دوست داره بالاخره خیلی سخت بزرگ شدن بچه‌شو ببینه. البته یه 10 روز دیگه ایران ان شاء الله. تو این 19 سال چگونه این رابطه رو شما تمرین می‌کردید؟ فرزندی پدری بالاخره ذهنیه، بالاخره اولش که اون حالا چون یه سالش بوده رفته، ولی خب دیگه نمیدونم مثلا چه جوریشو با تلفن زنگ زدن ها و نمیدونم مای 400-500 تومان پول موبایل بدی و نمیدونم اون موقع اینترنت نبود و نمیدونم اینجوری، بعد مستقیم زنگ میزدی یا اینکه عکساشو میدیدی یا فیلم میفرستادم. مثلا اون موقع هم دور تلفن ها اینجوری دوربیندار نبود. الان هم که واقعا دلم تنگ شده دیگه، داره میاد دیگه ایشالله میاد و دوباره میان که بمونن یا نه؟ نه اونجا چون تعطیلات داره واسه تعطیلات میاد. این 19 سالی که از شما دور بود تو این سالا هیچ موقع فکر نکردید که چه علتهایی داشتش که دختر شما باید از شما دور باشه؟ چقدرش برمیگشت به تصمیمات شما در زندگی؟ تصمیمی که من گرفتم، یه روز مامانش گفت اگه ما رو دوست داری بذار ما بریم. ما هم گفتیم خب دوستتون داریم برید. حالا چون خودش آلمان به دنیا آمده بود، برادرش و مادرش هم تو هلند زندگی میکردن، البته این رفت انگلیس. بعد دیگه اونجا مشغول کار و دیگه دختر همجوری بزرگ شد رفت ژیمناستیک کنه میدونم یه خورده ورزش کرد، آخر سر هم گفت نه میخوام برم دانشگاه. شما چی میگی؟ گفتم هرچی خودت دوست داری همون کار انجام بده دیگه، که الان هم رفته شما. خدا حفظشون کنه، سایه شما بالا سر ایشون باشه، سایه آقای عباسی بالا سر دختر خانومشون باشه و ایشالله این روابط پدری فرزندی و روابط انسانی واقعا انقدر عمیق باشه که تا اونجایی که میشه آدم نتونه بگذره از نزدیکانش، از دخترش. الان همینطور بوده دیگه. بله. الان که داستان بگید شما سرگذشت. خواستم بگم تنها خواهشی که دارم برای آدمایی که توی جایگاهی از زندگیشون میرسن که اینجوری معروف میشن، یه ذره نادیده نگیرن به نظر من بچه هاشونو. من نبود پدرم رو حس نکردم زیاده، یعنی اذیت نشدم واقعا. الان شاید 100 برابر همسن و سالام، 100 برابر اون سالایی که حواسش به من نبوده حواسش هست. میدونین نمیترسم. من سخت‌ترین مسئله زندگیمو که شاید خیلی از دخترها اصلا به پدرشون نگن، من به بابام میگم. خیلی مسئله سخت، یعنی چیزی که اصلا نتونه هیچ دختر به پدرش بگه، من تو این لحظه به بابام میگم. ولی حالا من ایشونو بار اول، شاید قبلا بچه بودم دیدم، الان دیدم یه هشته بود یه همچین میزد میرفت این بود. آره. آفرین به آقا ناصر که برگشته، انقدر محکم برگشته که امروز دخترش میگه من کوچکترین و حرفای اسرارمو به شما میگم. آقا مشتاق من بگید، خواهش میکنم. بله من خواستم بگم چون دخترشون دورن، چون من این حسو میتونم درک بکنم، تو دوربین اگه میتونم با دخترشون یه جمله صحبت کنم. آقا مشتبه؟ بله. آقا مشتبه من صحبت کنم. با دخترتون میگن یه جمله صحبت کن. شاید داره برنامه رو میبینه، حتما میبینه. واقعا اگه بخوام احساسی و نمیدونم دوست داشتن و پدر و فرزندی و واقعا دلم واسش تنگ میشه. من همیشه آرزو دارم که اون موفق باشه، ما همه خوشیامون، دلخوشیامون، همه چیزمون فرزندانمونه. بالاخره ایرانی ها یه خورده احساسی هستند، مخصوصا رابطه دختر پسر و I love you دوست دارم. مرسی. آقا مشتبه پیغامش رو فرستاد برای دخترش، I love you دوست دارم. بریم یک بخشی ببینیم، بیایم با هم کلی حرف نزده داریم.
نترس از شب، تماشا کن هلال سرخ ما اینجا. به روی سیل ویرانگر دوباره میتوان صد شد. به من بسپار دستت را، از آتش میتوان رد شد. اگر رویای آرامش فرو پاشی من هستم، اگر زیر قدم هایت زمین لرزی من هستم. صدف باشم در این پیوند دیرینه، همیشه بی‌طرف باشم. به غیر از خدمتی بی‌مرز سرودی تازه بر لب نیست دلیل هم صدا بودن. نژاد و رنگ و مذهب ممنون که همراه ما هستید در اختیاری شهر باران. امیدوارم که برنامه‌هایی که ما این شب‌ها داریم به اتفاق همکارانم، هم زحمات دوستانم، آقا مصطفی امامی کارگردان برنامه، آقای شادکام، همه بچه‌هایی که اینجا هستن می‌بینید مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. من یه بار دیگه درخواست می‌کنم 3780 3112 مربع رو بگیرید، به هم میهنان عزیزم کمک کنید. این هم کاوریه که هر شب به شاهدان برنامه تقدیم میشه. امشب تقدیم آقا مصطفی محرمی میکنیم. آقا مصطفی، این کاور هلال احمره. هلال احمری ها خیلیشون توی این شبها و این روزها دارن کمک میکنن به مردم هنوز تو مناطق سیل‌زده. میخوام شما اگر میخواید به مردم سیل‌زده نکته بگید، پیامی بدید، بگید و بگید که پشتشون هستید و انشالله کمک میکنید مشکلشون حل شه. اول اینو بپوشیم. بپوشید شما اگه دوست دارین بپوشید. بله اگه قرارت. بله بله چیز باشه. البته من امشب درخواست میکنم از همه پرسپولیسیا به شکرانه قهرمانیشون و به خاطر آقا مشتبه و به بله خاطر قهرمانیشون امشب نفری 5,000 تومان 2,000 تومان هر چقدر که میتونید کمک کنید. آقا مشتبه هم شاهد و ناظر مان که این پولا به دست اونایی برسی که واقعا نیاز دارن. 100% آقا بگید. حتما به خاطر منم که شده. میدونید من چیزی از کسی نخواستم تا حالا طلب نکردم. حالا هر کسی میتونه 5,000 تومان 10,000 تومان 6,000 تومان که دیگه آقا حجت بابا ها میشه
آقا حجت بابا کنی سگ زده آقا حجت امشب تموم شد نفری 6000 تومان پرسپولیسیا بدن 4000 تومان استقلال اولش خودمون بدین بدید آقا دمتون گرم اگر همین الان آره با گوشیتون شروع کنید پیامک بدید آقا مشتاق تا میدن پولش بدین الان آره همین الان راحت شما گوشی آقا به من میدید کی بدن اب نداره آقا بدید دیگه بذار بدیم دیگه 5000 تومان نه 6000 ما از آقا هزار تومن باید به من بدی آقا یه ببینم چه جوری میتونی بدی ندارید آقا 7000 تومن شد یه تومن جمع آقا ما اینو با طرف آقا نداره هزار تومن من درسی بده موجی ست آقا من با اینکه بیا آقا ولی کله میگن ناست به قرآن خوشم اومد دمت گرم شما معلوم تو پرسپولیس آقا من با اینکه استقلالی اصیل و تیرم این 6000 تومن با افتخار قبول میکنم از طرف آقا مشتبه میریزم به حساب ستاره 780 ستاره 112 مربع انشالله امشب رکورد اساسی بزنی به خاطر آقا مشتبه آقای عباسی آقای عباسی بسم الله من خیلی خوشم اومدم امشب تو برنامه من یه چیز بگم 14 سال پیش استاد یه کاری از من خواست من افتادم توی زندگی که من وظیفم شد بغیر از اینکه چیزی نکشیم سیگار نکشیم هیچی نخوریم مشروب هیچی یه رسالتی من دارم و همه اینا انجام دادم یه گروه تشکیل دادیم جلساتی میریم که نباید حرفشو بزنیم ولی استاد از من خواست توی خونه دور هم جمع کن بچه‌ها رو کمک کن هر کی با ما باشه باید دست مادر پدرشو ببوسه من دست مادرمو میبوسم مادرم خیلی دوستت دارم مامان تو گفتی اینا نبر ولی من آوردم این مجدوا رو دید امروز من به کارم میرسم دست درد نکنه مادرم من اول میگیم دست مادر پدرتون رو ببوسیم بعد میگیم حتما باید شغل داشته باشید حتما باید ورزش کنید حتما باید خروجی داشته باشید حتما دست یکی رو بگیرید من امشب دست مجدوا رو میگیرم و امیدوارم مجدوا هم بیاد چه جلسه با ما بیاد هر کمک کرد دستم بر بیاد دست آقا مشتبه رو چرا میگیری آقای عباسی ببینید قرارمون این نیست که فقط نکشیم قرارمون یه سری کارا بکنیم قرارمون این طوری زندگی بکنیم که تغییر کنیم من توی مدت چی گذشته هر روز ورزش میکنم آفر با شرمولا میریم سرکار من اصلا شرمولا احتیاج به پول نداره ولی باید کار کنه باید ورزش کنه باید دست مادرش رو ببوسه باید یه سری کارهای روزانه انجام بده و یه گروه خیلی قوی داریم خیلی خوب حتی کسایی که با مواد مقدرم مشکل که ایشالا موجی هم بیاد من چند سال پیش از موجی خواستم که موجی با ما بیاد تو جلسه بیاد کاری بکنیم که این یعنی این تجاربی که داشته رو منتقل کنه به افرادی بله. که الان هستن محرمی هم اگه حالا ما هرچی تبندانی ده سالی ده بعد میخوام اینو بگم از وظیفه من و دوستای ما اینه که هر کسی بخواد حالش رو خوب کنه باید داخلش رو خوب کنه باید با خدا ارتباطش رو برقرار کنه بایستی خدمت به مردم بکنه من بارها از موجی خواستم نشد امشب رسما میخوام دستتون ببوسم حتما مجدوا افتخار بده با ما بیاد هم با هم ورزش کنیم آقا مجدوا الان پاک 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 تفننی یه دوره‌ای به قول خودش رو تفننی بوده ولی تجارب آقا مجدوا باید به جوانا منتقل کنه بعدم الان دیگه ما پاکیم اصلا مسئله‌مون فرق میکنه اینی که راحت میاد اگه حرفی میزنی و الان کمک کردن تجربیات به بله به مردم آقای فاطمی موضوع امروز من اصلا دارم نبرم تو تلویزیون نبرم تو فوتبال حتما لطف کردید آقای عباسی کنار دارم زندگی شما خودتون بازیکن تیم ملی امید بودی بازیکن استقلال بودی آقا مشتبه اسطوره بوده بهترین چپ‌های تاریخ فوتبال ایران من استقلالی میگم واقعا بی‌نظیر بوده و تو قله هاست اگرم امشب لطف کردن هم آقا مشتبه اینا پرسپولیسیان وارد جزئیات نمیشی ولی واقعا من دخترم پرسپولیسیه ولی میگه رنگ آبی رو دوست داره دیدی آره تعدلش به هر حال یک حقیقت رو داره درونش یعنی حیرت شده میدونه دیگه و میدونه آبی بهتره من میگه رنگ آبی رو دوست داره آفرین به دختر شما که انقدر جوان و قشنگ من پشت صحنه دعوت کردم به من الان تو فوتبالیستا فقط با میرشاد ماجدی میرم میام ای تو عمر 6 سال یه سیگارم نکشید امیرخان قلعه‌نویی چی؟ امیر داداش بزرگ منه من هر ماه با همدیگر رو میبینیم هر وقت فرصت کنیم میبینیم تنها کسی که باش میپرم میرشاده و من تونستم یه کاری بکنم میرشاد هر روز با ما بیاد ورزش حالا تو این نسل جوانی ها کسی بوده که دستشو بگیرید فهمیده باشید داره کج میره؟ بله
از همین بازیکنایی که الان بازی میکنن دیگه. اسم که نگیم ولی واقعا از یعنی همین الان دارن فوتبال بازی میکنن. نه من نمیخوام برم مطرح بشم من پاک کنم و نمیدونم این حرفا، ولی هر کسی که مشکل داره من یه جوری بهش کمک میکنم. الان از بچهای قدیمی پرسپولیس خونه من میان میرن و آقا ناصر آقا مشتاق فکر میکنم جنس اعتیاد خود عوض شده. مثلا الان خیلی از فوتبالیستا زدن تو نخ قلیون. فکر می‌کنی اصلا یه جوره به من غیر ورزشکار اگر قلیون بکشم کسی به من خورده نمیگیره. من بازیکن فوتبال میشناسم اصلا ایرانی نیست، تازه یک سال ترانسفر شده اومده ایران، بازیکن استقلال هم هست، سیاپوس هم هست، اسمش هم نمیگم. از دوستان نزدیک شنیدم که آقا یک اتاقی تو خونه‌اش داره به اسم فرهزاد، انواع و اقسام تنهای قلیون داره. خب شما چجوری فوتبال بازی می‌کنی؟ بیار شنیدی بیار. قلیون اشکال داره. حالا برای فوتبالیست حتما اشکال داره. شاید داره اشکال داره داره می‌ورزه. مثلا ناصر شب تو خونه قلیون می‌کشه. به هیچ وجه. قلیون هم نمی‌کشی شما. یه چیزی بگم فوتبال آقا شما چی؟ من قلیون نه. آقا شما قلیون هم بیار چیست؟ هر چیزی که مدت پیپ کشیدم پیپ گوش کن، هر چیزی که از بیرون وارد درونت کنی حالتو خوب کنی تو ویارش بکنی. آها یعنی هر کی ویار داشته باشه به یک کاری ببین تو حالاش هر رو قلیون بکش. امان از این آقای شادکام که ویار داره هر شب میره قلیون میکشه. شما هر شب قلیون بکش سه ماه دیگه قلیون جواب نمیده، باید یک کاری دیگه بکنی حالت خوب بشه. چرا باید یه چیز از بیرون بزنی که حالت خوب بشه؟ خب ما تو 30 سالگی سیگار هم نکشیده بودیم افتادیم شدیم هفت خط. هیچ چیزی ورزشکار حق نداره بره این چیزا رو مصرف کنه. آره دقیقاً واقعا به من به عنوان شب زنده داری واسه نمیدونم یه چیزایی واقعا سبب میشه. حالا عمرشون کم میشه مثل ما میلان کناش خوب بوده ولی الان این دوره فکر میکنم خیلی هاشون قلیون میکشن. قلیون بله دوست دارن واقعا قلیون دوست دارن. من نمیدونم حالا جستشو دوست دارن یا اطلاعات نداره. به نظر شما بده این یا خوبه؟ میگم نظرتون چیه کلا؟ شاید باشه یه فرد عادی خوب باشه ولی آقا این فوتبالیست ها اصلا یه استدلالایی هم میارن میگن آقا ما قلیو میکشیم ششمون بزرگ میشه بهتر میتونیم. منم دیگه گفته اول برنامه گفتم منم همینه یه روزی شوتم قوی میشد میکشیدم میزدم از وسط میرم ولی چند روز شوش از کار میفته شوش آب میفته توش. چی گفته اینو؟ بعد تو دوره شما اون موقع هم شب زنده دریا بودش یا نبود؟ بود چرا نبود؟ دوره ما دوره قدیم نداره. دوره ما بیشتر دختر شما یک نگاه بسیار معناداری بود. انگار کلی خاطره زنده شده. دختر من عشقه. دختر من با هم میریم سر کار با هم میاییم. تازه هم دیگه رو پیدا کردن دیگه. ان شاء الله سایه‌ت رو مستدام باشه با همین. حالا اون 3-4 سال حد کن. همه رو با همین و خدا آره یه شب زنده داری نداری ما 12 خاموشی. امیدوارم مجتبی بیاد، امیدوارم با دخترش با هم زندگی کنن، امیدوارم این مزه قشنگ من که درس میخونه نمیتونم بگم بیا دیگه بری تو میری ان شاء الله ویزا به اون نمیدن ناصر جون. من شوخی کردم گفتم چیش بده ها معجزه اتفاق میفته چه خدای از زبونت داشت. نه ببین یه چیز میگه که بذار اینو بگه خیلی وقت مسئله الان ایشون داره میگه زمانی که ما تصمیم میگیریم میخوایم بریم مثلا اونور سفارت انگلیس یا تعطیل میشه یا ببین به هر حال آقای عباسی میگه شما یه جوری به هم برسید یا دخترتون بیاد شما میگه با هم باشید میگه از این به بعد با هم باشید. من اول برنامه اون پشت بودم داشتم گوش میکردم یا آقای من یه دکلمه خوندش آقا بهروز شعیبی کارگردان خوب نازنین دوست عزیز من که منت گذاشتن مناجات های برنامه رو اول هر برنامه. من نمیتونم این اون متن رو بگم چون اصلا نمیتونم حفظ کنم ولی مضمونش این بود هر چی که ما کار بد کنیم هر چقدر بد باشیم هر چی از خدا بخوایم برامون انجام میده. این که با بچه‌م برم انگلیس بچه‌م بیاد انگلیس خدا انقدر قشنگ وقتی بیفته تو خط انقدر قشنگ میچینه واسه من شک ندارم من ایمان دارم تو این راه وقتی آدم بدیار از تو خوش میرزه بیرون شروع میکنه مسیر خوب بره من ایمان دارم مجتبا اگر این داخل را تمیزتر کنه مواد مخدر ولش کن داخل را هر چقدر تمیزتر کنه زلالتر کنه با هوای تهران آخه اینقدر آلودست نمیشه داخل تمیز آقا مشتبان بخوایی در بری آقا ناصر من امشب از شما قول میگیرم آقا مشتبان حتما همراه شما ولی شما زلزله زده شما ناصر من مشتبان رو صفر بگیرید دستشو میبوسم آلودگی هوای تهران هم به دل آقا مشتبان تاثیر نذاره. من واسه همین رفتم پردیس دیگه تهران فرار کردم رفتم پردیس. آقا مشتبان خیلی عزیزه اسطوره است
واقعا جز محبوب ترین ورزشکارهای مجدبان ما سه شنبه های گروه خیلی قوی که توش پزشک بسیار خوب خیلی ممنون میان دعوتش میکنم بیاد. وقتمون تموم شد، یک دقیقه وقت داریم، میخوام حرف آخر بزنید خانم شرمیلا، حرف آخرتون و نکته آخرتون، هر حرفی که داری با پدرانی که فکر میکنی مثل پدرتو یک دوره کرده بودن، خیلی راحت بگو لطفا کوتاه. امیدوارم که تمام دخترها، پسرها، همه کسایی که از پدرشون دورن زودتر هم نزدیک شن و همه مثل من رابطه خیلی صمیمی و خوبی با پدرشون انشالله داشته. انشالله سایه پدرتو مستدام باشه رو سرت. بنده باشه. ما هر شب هم حال بگذاریم. خیلی هر شب واقعا اینجا بحثای عاطفی داریم. آقای عباسی عزیز خیلی ممنون که اول اومدید. صادقانه جلوی دوربین هر چیزی که می‌خواستید و گفتید و این باعث خوشحالی ما که آدم‌های مثل شما هنوز هستن و برگشتن محکم. نکته پایانیتون رو خیلی کوتاه ببینندگان، من فقط میخوام بگم زندگی ادامه دارد، ناامید نباشیم، هر کسی که هر مشکلی داره این مشکل یه هدیه است از طرف خدا برای درست کردن زندگی تمیز. فقط یه کلام مادرم، دستتو میبوسم، ببخشید حرفتو گوش نکردم، باشه املا اومدم تو برنامه، دم شما گرم، خیلی ممنون که لطف کردید. من از مادر آقای عباسی هم تشکر میکنم که همین که آقا مشتاق پیام آخر. خیلی ممنون از شما که ما رو تو این برنامه دعوت کردید، خیلی خوشحال شدم ناصر جون رو پیش دختر گلش دیدم. و در آخرم من از کسایی که بیننده این برنامه هستن خواهش میکنم، پرسپولیس، استقلال، نمیدونم سپاهان، تراکتور نداره، هر کسی که دستش به دهنش میرسش فکر نمیکنم شیشتان چیز زیادی باشه، میتونن کمک کنن. ستاره 780، ستاره 112 مربع رو بگیرید، به عشق آقا مجتبی، به عشق آقای عباسی، همه مردم خوب ایران حتما کمک کنن. شبتون بخیر. یا علی، خداحافظ. مخلصید. جهان بی